تا امروز امریکایی ها می آمدن در منطقه ما و با حضورشون شرایطی رو ایجاد می کردن که ما همواره در تکاپوی بودیم که اینها رو رصد بکنیم، پایش بکنیم، مراقبت بکنیم، براشون برنامه داشته باشیم و در صورتی که شیطنتی از اونها سر بزنه آمادگی برخورد داشته باشیم، مقابله و مسائل از این دست. امروز در منطقه اقیانوس اطلس این ما هستیم که داریم روند تولید میکنیم. البته قصد حضور ما در منطقه اقیانوس اطلس صرفاً پاسخ به اون ادعای امریکایی‌ها بود که ایرانی‌ها هیچ وقت نمیتونن. دقیقش رو شما بفرمایید. حداقل 4000 مایل فاصله داشتیم از مرزهای اونها، ولی حدود 5000 مایل فاصله داشتیم. 5000 مایل فاصله داشتیم، ولی این همه سر و صدا کردند و موضع گرفتن اونها، واقعا به نظر میاد که پیام رو دریافت کردند. نگرانی اونها برای ما جالب توجه بود، چون ما اصلا به مقصد خلیج مکزیک اصلا برنامه‌ای نداشتیم. نگرانی ها اینه که امروز جمهوری اسلامی ایران دروازه های اطلس بروش باز شده. ببینید امریکایی ها گستاخانه در تمام سالهای گذشته پیرامون جمهوری اسلامی ایران پایگاه ایجاد کردن، نیروهاشون رو مستقر کردن، هواپیماهاشون رو آوردن، در دریا ناوگانشون رو آوردن که وقتی با ازشون سوال میپرسیم که شما اینجا چی کار میکنید، میگن ما در آبهای آزاد هستیم، یعنی فراتر از 12 مایل رو آب آزاد فرض میکنن. خب چرا نگران این هستن که جمهوری اسلامی ایران وارد اطلس شده، 5000 مایل هم با ساحل اینا فاصله داره، نه 12 مایل، 5000 مایل.